امیرالمومنین در نهج البلاغه نامه 31 به امام حسن میگه پسرم اینی که خدا گفته ادعونی استجب لکم مسلمه، حتما دعای شما رو میشنوه و اجابت. منتها اجابت چهار جوره نهج البلاغه است. یک، عین همونی که شما میخوای بشه. من از خدا یه دختری میخواستم، همونم بهم داد. خونه میخواستم، همونم شد. میخواستم در رشته مثلا مهندسی دانشگاه قبول شم، همون دانشگاهم شدم. این یک. دو، فرمود جایگزینشو بهت میده که بهتره، ولی تو فکر نمی کنی بهتره. مثلا شما این رشته رو میخواستی، رشته دیگه قبول میشه. دختر میخواستی، پسر داد. اینجا خونه میخواستی، جای دیگه داد. بعدها میفهمی چه خوب شد اون رشته نشد، اون خونه نشد. بله، اینجا شما فکر میکنید دعات به اجابت نرسیده، اتفاقا رسیده، بهترشو بهت داده، شما متوجه نیست. سه، فرمود به دلایلی ممکنه اون حاجت مصلحتت نباشه، خدا یه خطری رو ازت رفع میکنه. شما دعا کردی برای حاجتی نشد، اما به جاش یه خطری تو زندگیت برطرف میشه. چهارم که دیگه نهایتشه، شما دعا کردی و شرایطش هم فراهم، مثلا گفتی خدا این مادر ما رو شفا بده، او عمرش تموم بود، فوت کرد. شما فکر میکنید دعات به اجابت نرسید. فرمود چرا؟ خدا میگه تو ثواب این دعایی که کرد تو پروندهش بنویسید به عنوان یه عبادت، مثل نماز، مثل روزه. روز قیامت وقتی این بنده میاد به صحرای محشر، میبینه یه ثوابهایی تو پروندهشه که این انجام نداده، میگن این ثواب اون دعایی که تو کردی و نشد به دلایلی. پس ببینید اجابت حتما اون نیست که من میخوام، اجابت یعنی پاسخ دادن خدا. شما میری بانک میگی 5 میلیون وام میخوام، یه وقت به شما میگه باش این 5 میلیون، یه وقت میگه نه این 5 میلیون رو بهت نمیدیم، 2 سال دیگه بیا 100 میلیون میدیم. اینم جوابه. یه وقت میگه ببین حالا اومدی تقاضا نوشتی بهت نمیدیم، ولی یه بدهی قبلی داشتی به ما نیوردی بدی، اونو میبخشیم. ببینید پس اجابت کرده، منتها نوعش متفاوته.